عیسی مسیحی و دم راهی دیدنی خدا، عیسی مسیحی و دم گناه های من بخشیده، عیسی مسیحی و دم قوه مکشی کسته، عیسی مسیحی و دم خداوند پادشاه ما، عیسی مسیح. غلبگان ایمان که سری شیطان را با مسیح هستی 3:15 شکستند. براستی به شما میگویم این نسل هنوز از عالم نگذشته، همه این چیزها واقع خواهد شد. آسمان و زمین گذران است، لکن کلام من گذران نیست. انجیل متی 24:34-35. اگر ما به هستی 5:1-32 نظر کنیم، نام های آدمانی که با خدا بودند ذکر می شوند. نام های آنها آدم و شید، پسر سیومی آدم می باشند و نسل شید انوش، هنوخ و نوح. نسل شید سر ابلیس یا مار کهنه را که آدم را فریب می دهد با عیسی مسیح نسل زن در هستی 3:15 نابود کردند و هر روز آنها اعتراف می کردند که عیسی مسیح است. آنها که نام یهوه را همچون فرزندانی خوشبختی حقیقی خدا می نامیدند، در این زمین زندگی خیلی زیبا داشتند و از زندگی لذت برده و ملکوت خدا رفتند. در این زمین شما که بقیه خدا هستید، که نسل مقدس و حیات مسیح هستید، بس است که سر شیطان را با عیسی مسیح در هستی 3:15 بزنید و قدرت گناه، مرگ، دوزخ و لعنت را نسک کنید. آنگاه روح ما نو می شود. این چنین خدا با ما جواب می دهد و در همه اعمال ما دخالت می کند. پس بیایید اسم مسیح را یک جایه با قدرت بخوانیم. عیسی مسیح است. ما فرزندانی خدا هستیم. همه مشکلات نیست شدند. ای شیطان از ما دور شو. روح القدس ما را پر کن. انجیل جهانی به اقصای زمین، ما شاهدان خدا هستیم. قابیل و نسل او که خود و قدرت عیسی مسیح را از نسل زن هستی 3:15 فراموش کردند، چگونه زندگی میکردند؟ نسل قابیل که با لعنت هستی 3 با جنگ روحانی نبرآمد، در اسارت لعنت غرق شد و آنها با ترس و اضطراب زندگی میکردند. از این سبب آنها قلعه های بلند می ساختند، پل جمع آوره می کردند، اسباب های گوناگون می ساختند، موسیقی می ساختند. همین طور اگر ما کارهای ابلیس را با هستی 3:15 از نسل زن نابود نکنیم، ما همیشه می ترسیم و در تشویش و هلاکت زندگی خواهیم کرد و همه بدی به سوی ما خواهد آمد. اما شد، انوش، هنوخ و نوح که با هستی 3 تولد شدند و باید در ترس و حراس زندگی می کردند، اعلان کردند که ابلیس در آنهاست. هر روز آنها با هستی 3:15 عیسی مسیح از نسل زن به سر شیطان می زدند و آنها هیچگاه خستن نشدند و تسلیم نشدند، بلکه اقرار شدند که عیسی مسیح است.
آنها که تنها عیسی را مسیح اعلان می‌کردند، آسایش تگی حقیقی داشتند. از اینجاست که آنها برای در روی زمین ساختن قلعه کوشش نکردند. آنها تنها اعلان کردند که عیسی مسیح است و آنها در حقیقت و کار خدا ایمان آوردند. در دوره نفیلی ها، وقتی که بزرگ جسته ها در زیر حکمرانی روح های بد بودند، خدا نوح را به خود دعوت کرد، زیرا نوح تنها اعلان میکرد که عیسی مسیح است و برای طوفانی که می آید و برای داوری در نزد خدا، او به نوح فرمود که به قله کوه برود و یک کشتی کلان سازد. تا آن وقت در آسمان ابر نبود و آسمان همیشه صاف بود، اما نوح کشتی ساخت که خدا در طول 120 سال گفته بود و تنها اعلان کرد که عیسی مسیح است و همه در اطراف آنها به نوح خندیدند. اما نوح در کاری سلطنت خدا کاملا اطاعتکار بود. در دورانی 120 سال نوح تنها اعلان کرد که عیسی مسیح است و همین طور لطفی خدا را قبول کرد و پرهیزگار حسابیده شد. نهایت با ساختن اولین کشتی بزرگ، نوح تمام جهان را ضبط کرد و اولین ثروتمندی در جهان گردید. از سبب گناه اصلی هستی سه، هر یک آدمی در این زمین تولد شده شکل، چهره و حیات خدا را گم کرده است. از این سبب خدا پسر یگانه خود عیسی مسیح را به این زمین فرستاد تا ما را از همه لعنت ها و بلاها نجات دهد. و مسیح همه مشکلات ما را حل کرد، در صلیب مرد و از نو زنده شد تا هر کی به عیسی مسیح ایمان آورد نجات خواهد یافت و قدرت مسیح را استفاده برده می تواند. اگر ما گناه اصلی را در خود برطرف نکنیم، ما همیشه زیر حکمرانی شیطان هستیم. از این رو عیسی مسیح پادشاه حقیقی است که تمام کارهای ابلیس را نیست کرده است. عیسی مسیح سرکاهن حقیقی است که همه لعنت ها و مصیبت ها را نیست کرده است. عیسی مسیح پیغمبری حقیقی است که راه را برای ملاقات با خدا گشاد. شیطان تا حال کار میکند تا ما نام مسیح را نامیده نتوانیم. از این رو با عهد خدا هستی 3:15 بیایید کارهای شیطان را نیست کنیم و با اعتقادی غالب زندگی کنیم. ای روح شریر که مرا از خواندن نام عیسی مسیح من می کند و مرا فریب می دهد، ای شیطان، ابلیس و روح های پلید، به نام عیسی مسیح من به شما امر می دهم که از من دور شوید. من شما را برکت می دهم که فرزندان نور مسیح باشد تا تاریکی 237 کشور را نس کند. ای خدای زنده، من با گناه اصلی هستی سه تولد شدم و در زیر حکمرانی شیطان بودم. تو با من اجازت دادی که همچون فرزندی مبارک خود زندگی کنم و قدرت مسیح را استفاده برم. هسته 3:15 من غالبم، زیرا من کارهای شیطان را هر روز با هستی 3:15 نابود میکنم. پس خدایا با من پررای روح القدس را عطا کن تا من شاگردی روحانی تو شوم و با 237 کشوری دیاسپورا خدمت کنم. من به نام عیسی مسیح
دعا میکنم. آمین.